سلام درود خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. اومدم میدون فردوسی و قراره در کنار شما دوستان عزیز بررسی کنیم اوضاع دلار از حال امنیتی تا اوضاع فعلی، دلار و دلالا، نوسان قیمت و مردم و در نهایت کوچه تمدن و بورس چرخ. با من همراه باشید دوستان و با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید. توی چند ماه اخیر با توجه به مسائل امنیتی کشور که خودتونم تا حدودی با خبرین و همینطور مسائل سیاسی و اقتصادی، اثر مستقیم روی قیمت دلار گذاشته، مخصوصا وقتی در مورد برجام و توافق کردن و نکردنش خبری میاد، قیمت دلار هم باهاش بالا و پایین میشه. این شلوغی که مشاهده میکنید صف خرید دلاره و افرادی که برای دریافت دلار سهمیه‌ای توی صف‌ها وایسادن و به ازای هر کارت ملی 2000 دلار میتونن دریافت کنن. میبینید که کمتر از دو ماه پیش قیمت دلار سهمیه‌ای 31900 تومان و دلار مسافرتی 28860 تومان بوده، ولی الان تو دهه دوم دیما دلار سهمیه‌ای 37780 تومان و مسافرتی 36950 تومان هستش. میریم جای دیگه که قبلا هم ازشون قیمت گرفتیم. دلار سهمیه یا دلار با کارت ملی که حدوداً 1000 تومان بیشتر از دلار مسافرتیه و توی صرافی‌ها بعد مذاکره با صادرکننده قیمت گذاری میشه و تقریباً 2500 تومان از دلار آزاد ارزون‌تره که البته یه سری شرایط داره. بریم ببینیم چی هستش. چهارراه استانبول به سمت شرق که بورس پوشاکه و به سمت غرب بورس سکو قهوه ریو. اول اینکه صاحب کارت ملی بالای 18 سال سن داشته باشه. دوم پرداخت مبلغ 75 میلیون تومان واسه دریافت 2000 دلار که حتما از کارت بانکی خود شخص پرداخت بشه. و سوم یه سیم کارت به نام صاحب کارت ملی باشه. دلال ها از مردم که قصد خرید دلار ندارن و نه حتی 75 میلیون تومان برای دریافت 2000 دلار کارت ملیاشون رو میگیرن و داخل صف که نوبتشون شد مبلغ 75 میلیون تومان رو به کارت عابر صاحب کارت ملی انتقال میدن و اونا از صرافی 2000 دلار رو دریافت میکنن. می‌بینیم قیمت دلار توی این صرافی کمتر از دو ماه پیش 31900 تومان بودش که الان 37871 تومان شده و همینطور قیمت سکه که حدود 4 میلیون تومان بیشتر شده. بریم شمال تهران و ببینیم اوضاع دلار به چه صورتیه. خب اومدم اندرزگو صرافی مجتهدی تقاطع قیطریه. همینطور که میبینید شلوغی سمت فردوسی رو نداره، ولی قیمت اینجا با توجه به بررسی دو ماه پیش
31900 تومان بوده. کسایی که کارت ملیشون رو دادن از دلال پولی حدود 800000 تومان، یعنی حدود 20 دلار بابت استفاده از کارت ملیشون میگیرن و اون دلال چیز حدود 4 میلیون تومان کاسب میشه بدون اینکه مدتی ازش جای ثبت بشه و به همین راحتی دلالای دلار در ماه کلی پول به جیب میزنن. هر نفر در سال میتونه یک بار از این دلار سهمیه‌ای یا دلار با کارت ملی استفاده کنه، ولی این در حالیه که دولت قانونی گذاشته و کسی که این سهمیه رو استفاده کنه یارانش قطع میشه. سمت اقدسی هم همون اوضاع برقراره و قیمت گذشته 31900 تومان بوده که الان 37900 تومان هستش. بریم سمت کوچه زیبای تمدن و بورس چهر. کمی پایین تر از میدون فردوسی کوچه تمدن و بورس چهر رو مشاهده میکنیم که قیمت کیف از 1,200,000 تومان شروع میشه و تا 6 میلیون تومان هم حتی هستش. بازار تمدن که انواع برندهای چرم رو داخلش مشاهده میکنید و قیمت ها حدوداً این کیف زنونه 2,200,000 تومان هستش و همینطور مشاهده کنید صندل تک سایز زنانه 700,000 تومان و همینطور کفش زنانه 850,000 تومان هستش. امیدوارم از دیدن این برنامه لذت برده باشید و با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید. به امید دیدار.